فرانسه هر روز با اضافه نمودن مصوبات جدید به لایحه مسلمان ستیز موسوم به زد جدای طلبی مسلمانان این کشور را تحت فشار قرار می دهد. آخرین مصوبه که هجاب برای دختران زیر 18 سال را ممنوع می کنند خشم مسلمانان را برانگیخته و آنها کمپینی برای اعتراض به تصویب این لایحه برانداختن راه انداختند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کمپین دست از هجاب منبردار در اعتراض به تصویب ممنوعیت هجاب برای دختران زیر 18 سال در مجلس سنای فرانسه در رسانه های اجتماعی راه اندازی شده است. سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایه ضد جدایی طلبی به غیر قانونی دانستن هجاب برای دختران زیر 18 سال در انظار عمومی رأی مثبت داد. داشتن هجاب برای زنان مسلمان در چندین دهه گذشته هدف دشمنی های گروه های ضد اسلامی و همچنین دولت فرانسه بوده است. این اقدام سنای فرانسه به عنوان بخشی از فشار پاریس برای معرفی لایه به اصطلاح ضد جدایی طلبی است که هدف آن تقویت سیستم سکولار این کشور است. منتقدان این اقدام را تقبیح می کنند و معتقدند که این امر اقلیت مسلمانان را از بقیه جامعه جدا می کند. سناتورها ضمن بحث در مورد قانون پیشنهادی در تاریخ سی مارس اصلاحی ای را در این لایه تصویب کردند که خواستار ممنوعیت هرگونه نماد مذهبی برای دختران نوجوان در فضای عمومی شد. این ممنوعیت هنوز قانونی نیست و مجلس ملی فرانسه قبل از شروع به کار باید این تغییر را امضا کند اما واکنشها ها نسبت به این اصلاحی بسیار گسترده بوده و حتی برخی معتقدند که این قانون پیشنهادی علیه اسلام است. یکی از کاربران در توییتر نوشته وادار کردن زنان برای اینکه هجاب را از سر خود بردارن اقدامی کاملا اشتباه است چرا که حق انتخاب از آنها گرفته می شود. ابتهاج محمد ورزشکار المپیکی در اینستاگرام پستی را به اشتراک گذاشت با این مضمون که اصلاحی سنا نشان دهنده اوم پیدا کردن اسلام حراسی در فرانسه است در این پست آمده این همان اتفاقی است که وقتی شما سخنان نفرت انگیز مغرزانه و تبیزامیز و جنایات ضد اسلامی را عادی می کنید رخ می دهد نوشته شدن اسلام حراسی در قانون